من در سال 1968 در زنگولاداک به دنیا آمدم و تحصیلات ابتدایی راهنمایی و دبیرستان را در همانجا گذراندم. سپس دو سال در دانشگاه حاجت تپه در رشته برق تحصیل نمودم. در سال 1987 در دانشگاه استانبول گروه مهندسی ژئوفیزیک شروع به تحصیل نموده و در سال 1991 فارغ التحصیل شدم. تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته ژئوفیزیک در دانشگاه استانبول به اتمام رساندم. علاوه بر این در سال 2015 عضو هیئت علمی مهمان در دانشگاه کمبریج بودم. بین سالهای 2016 و 2017 نیز به عنوان استاد مهمان در دانشگاه هاروارد حضور داشتم. علاقه من با هر زمینه‌ای از ژئوفیزیک سر و کار دارد. البته زمینه‌هایی که بیشتر در آن تمرکز می‌کنم شامل زمین، زلزله، اثر متقابل سازه و توسعه تاریخی ژئوفیزیک و همینطور فلسفه و تاریخ و علم است. گروه مهندسی ژئوفیزیک یکی از گروه‌های دانشکده مهندسی است که مدرک مهندسی ارائه می‌دهد. بر حسب علاقه افراد، ژئوفیزیک رشته از علوم مرتبط و فرآیندهای فیزیکی، پدیده‌ها و خواص از هسته زمین تا سطح آن، از سطح آن تا جو آن، از جو آن تا فضاهای بین سیاره‌ای و از فضاهای بین سیاره‌ای تا سیارات می‌باشد. ارتباط این رشته از علم با مهندسی بیشتر مربوط به مشکلات اقتصادی و اجتماعی و یافتن راه حل برای این مشکلات است. در گروه مهندسی ژئوفیزیک سه رشته اصلی شامل فیزیک زمین، زلزله‌شناسی و ژئوفیزیک کاربردی ارائه می‌شود. 4 آزمایشگاه در گروه مهندسی ژئوفیزیک وجود دارد که شامل آزمایشگاه اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی، جایی که ما زمین لرزه‌ها را ثبت می‌کنیم و تفسیر می‌کنیم، آزمایشگاه لرزه‌نگاری برای تفسیر با اهداف اکتشافات نفت، آزمایشگاه پردازش داده‌های لرزه‌ای و آزمایشگاه مغناطیسی ییلماز ایسپرن. علاوه بر این، گروه ما 30% آموزش انگلیسی دارد. این بدان معنی است که 30% دروس به زبان انگلیسی هستند. ما 2 دوره کارآموزی در گروه خود داریم. اولی دوره کارآموزی میدانی و سپس 1 سال بعد کارآموزی در مؤسسه میباشد. در سال آخر نیز یک پروژه فارغ التحصیلی وجود دارد که توسط دانشجویان تحت نظارت یک عضو هیئت علمی انجام شده و تحت داوری 3 عضو هیئت علمی ارائه می‌شود. اگر دانشجو شرایط لازم را کسب کرده باشد، برنامه تبادل دانشجوی اراسموس برای آنها فراهم است. به علاوه برخی از اعضای هیئت علمی ما دوره‌های تحصیلاتی کارشناسی ارشد و دکترا را در خارج از کشور و در کشورهای مانند ژاپن و آلمان به انجام رساندند. برخی از اعضای هیئت علمی نیز در کشورهای مانند یونان، مجارستان، انگلیس، آلمان، ژاپن و ایالات متحده آمریکا برای اهداف علمی حضور یافتند. بنابراین آنها دانش خود را با دانشجویان در میان می‌گذارند و از این ارتباط خود با اهداف پیشرفت دانشجویان استفاده می‌کنند. اعضای هیئت علمی ما همچنین فرصت را به دانشجویان می‌دهد تا در پروژه‌های بین‌المللی شرکت کنند. هر سال کنگره‌ای در آمریکا برگزار می‌شود که توسط اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا برنامه‌ریزی می‌شود و بیش از 30,000 ژئوفیزیکدان از سراسر جهان در آن شرکت می‌کنند. اعضای هیئت علمی گروه نیز سعی می‌کنند که در آنجا حضور یابند. همچنین یک نشست علمی بین‌المللی به طور سالانه توسط انجمن علوم زمین‌شناسی اروپا در وین برگزار می‌شود و بیش از 15,000 ژئوفیزیکدان در آن شرکت می‌کنند. ما اعضای هیئت علمی هم برای نتایج مطالعه علمی و هم برای سازمان دادن جلسات مختلف علمی در این رویدادها شرکت می‌کنیم. علاوه بر این گروه در جلساتی که توسط اتاق مهندسان ژئوفیزیک در سطح ملی یا در زمینه ژئوفیزیک سازمان یافته است، شرکت می‌کنند. همچنین در جلسات مربوط به زیرشاخه‌های مختلف مانند اخراج معادن، زلزله و آب‌های زیرزمینی هم در سطح سازمانی و هم برای ارائه مقالات علمی و مطالعات علمی نیز شرکت می‌کنند.